توی قسمت قبلی و نوتبوک قبلی ما دیدیم که چجوری ایمیج رو میتونیم توی پایتون لودش بکنیم چجوری نمایشش بدیم و در نهایت تصویر رنگی یا بی جی آر یا آر جی بی ما به چه صورت توی کامپیوتر رپرزنت میشن و نمایش داده میشن الان بریم با هم تصاویر گری اسکل یا اصطلاحا سطح خاکستری یا به اشتباه سیاه و سفید رو ببینیم چرا میگم به اشتباه سیاه و سفید چون سیاه و سفید تو ذهن ما تداعی میکنه که فقط پیکسل ها سیاه و سفیدن در صورتی که تو گری اسکل ما هر سطحی بین سیاه و سفید مثل خاکستری رو میتونیم داشته باشیم خب مجدد من با ایمپورت سی 2 فریم ورک هم رو ایمپورت کردم یا اوپن سی ویو با دستور ایمرید یک تصویر خوندم و با دستور ایمشو یک تصویر رو نمایش دادم منتظر یک کیبورد موندم که اگر یک در واقع دکمه روی کیبوردم زده شد ادامه این کدها اجرا بشه ادامه کدها قاعدتا این پنجره رو نمیبنده چون دستور بسته شدن این پنجره رو ندادم تصویر رو با دستور سی وی دی کالر و پاس دادن در واقع علاوه بر ایمیج این در واقع عددی که حالا یک کانستنتی براش وجود داره گفتیم تو اوپن هرچی با حروف بزرگ بنویسن طبق قواعد اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی یعنی یک کانستنت یک عدد بیشتر نیست ولی این عدد رو به واسطه اینکه حالا نمی‌خوایم حفظش کنیم براش اسم میزنیم که راحت‌تر توی ذهنمون بمونه با این دستور میایم عکسمون رو گری اسکیل میکنیم ما میدونیم که سی دی کالر در واقع این فضاهای رنگی رو عوض میکنه توی نوتبوک قبلی در واقع کاری که کردیم بی رو به ار جی بی تبدیل کردیم بی که در واقع اوپن سی باش کار میکنه به ار جی بی که ما بقیه فریم از زیر مطلب باش کار میکنن اینجا ما یک تصویر گری ایمیج الان گرفتیم تایپ ایمیج رو میتونیم چاپ کنیم که حالا من پاکش میکنم چون میدونیم نامپای اری یا ان دایمنشنال اری تون قبل دیدیم و در نهایت مجدد یک عکس نشون میدم این بار عنوان عکس هم به جای اوریجینال گری اسکیل یعنی بالای پنجره به با عنوان تایتل سمت چپ اون زبدر و منها و حالا مربع واژه گری اسکیل رو میبینم که میتونید هر چی دلتون بخواد بنویسید و این عکس گری شده یا خاکستری شده رو مشاهده میکنیم مجدد منتظر یک دکمه میمونه اگر دکمه روی کیبوردتون فشرده شد دستور دیستروی آل ویندو یعنی تمام پنجره هایی که اوپن سی تو الان بازش کرده رو ببند و فراخونی میکنه که میشه این پنجره ای اوریجینال و این پنجره گری اسکیل بدون زدن زبدر اتوماتیک بسته میشن با شیفت اینتر مجدد یا زدن این مسلسه این بالا این سلول رو رام میکنم خب این پایین میبینیم که ران شده این پنجره اسمش اورجیناله و اون عکسیه که توقع داشتم ببینم یک دکمه رندوم نظیر مثلا کی میزنم رو کیبورد و عنوان پنجرم شد گری اسکیل و همین عکس رو اصطلاحا گری اسکیل شده یا سطح خاکستری دارم مشاهده میکنم یک دکمه رندوم دیگر میزنم و دیستروی آل ویندو تمام این دو پنجره رو میبنده یک روش سریعتر برای گریسکیل کردن هست که اگر من از اول بخوام فقط با عکس گریسکیل کار کنم خب میگم اون عکس رو به صورت گریسکیل برای من بخون چه کاریه که من رنگی لود کنم و بعد مجدد گریس کردن و روش فراخونی کنم با پاس دادن صفر به تابع ایمرید میتونم بگم که عکس گری اسکیل بخون ایمرید در واقع میتونم بگم یه پارامتر آپشنال دومی داره آپشنالی به معنی اختیاری که اگر پاس ندید عکس بی جی آر میخونه اگر در واقع پاس بدید بسته به اینکه چه عددی پاس میدید یه کارهایی نظیر در واقع تغییر کانال رنگی داره که حالا با برخی از این پارامترها در ادامه کار بیشتر آشنا میشیم من با این طریق گفتم عکسی که میخونی این ایمیج ذاتا در واقع گری اسکیل باشه شیپش اجازه بدید بعدش چاپ کنم براتون و در نهایت این گری اسکیل رو در واقع نمایش بده بذار شیپ همینجا باشه من توضیحات رو همین اینجا خدمتون بدم تصویر من ذاتا گری اسکیل لود شد اینتر که بزنم که پنجره بستش یا هر کیبورد دیگه میبینم شیپ ایمیجمو 600 در 800 اعلام کرده این صفر رو بردارم تصویرم رنگی بشه ببینم چه فرقی میکرد خب تصویر مجدد رنگی این بار لود شد یه دکمه بزنم 600 در 800 در 3 احتمالا متوجه این شدید که وقتی که گریسکل تصویر میشود شود به وقتی که رنگی باش سر و کار داریم تعداد کانال ها تفاوت داره به چه معنی؟ من اینجا تو هر سطر تو و هر ستون یعنی 600 سطر و 800 ستون دارم برای تصویر رنگی سه تا عدد قراره مشاهده کنم یعنی اگر بگم مثلا خونه 20 و 50 رو به من برگردون سه تا عدد نماینده این که چقدر رد دارم چقدر گرین دارم و چقدر بلو دارم به من برمیگردونه اما اگر گری اسکیل این تصویرم رو لود کنم به جای سه تا عدد در واقع من یک عدد میبینم که این یک عدده در نقطه 680 این یک عدد نمایانگر اینه که در واقع چه سطحی از اون عکس خاکستری رو قرار من مشاهده کنم که صفر اینجا به معنی سیاه مطلقه 255 به معنی سفید مطلقه و هر چیزی بین صفر تا 255 یک سطحی از خاکستریه که 127 نیم که نداریم 127 یا 128 در واقع اون وسط خاکستری که دقیقا بین سیاه و سفید است در واقع هستش هر چقدر از 127 به 255 نزدیک تر بشیم خاکستریمون روشنتر و به سفید نزدیکتر میشه و هر چقدر در واقع به صفر نزدیکتر شیم اصطلاحا پر میشه یا به سیاه نزدیکتر میشه خب حالا بریم این تصاویر رو با مت نمایش بدیم تا اینجای کار با اوپن نمایش میدادیم مشکل خاصی هم نبود من مت هم ایمپورت کردم از پی و مجدد میگم یک عکس برای من بخون ذاتا سیاه و سفید با این دستوره در واقع پارامتر دوم صفر و عکس نمایش میدم توی نوتبوک توقع دارم عکس گری اسکیل رو نشون بده اما میبینم که تصویری که نشون داده 600 سطر 800 ستون دارد اما رنگ های خیلی عجیب غریبی داره دلیل اینکه من رنگ عجیب غریب میبینم چیه کما که از اسم این لایبری مد... مشخصه مت برای رسم نمودار به کار میره و دستور این شوش در واقع توقع داره یک نموداری که اصطلاحا هیت مپ قراره به شما نشون بده یعنی صفر مثلا تا یک مقداری مثل 255 هر چقدر در واقع اون رنگ به سمت 255 میره یعنی وقوع اون رخداد مثلا تو اون نمودار بیشتر صفر یعنی کمتر بوده رو برای شما به تصویر بکشه اصطلاحا ما تو بعد پلاتلیپ کالر مپ های متفاوت داریم که کم بودن و بیشتر بودن رو با چه رنگ های نشون بدن مثلا میتونم بگم بیشتر بودن و با قرمز نشون بده کم بودن و با مثلا آبی یا کم بودن و مثلا با سبز نشون بده زیاد بودن و با آبی یا بالعکس خب من نمیخوام اینجا نمودار رسم کنم من میخوام تصویرم گری اسکیل باشه اگر بهش بگم در واقع کالر مپی که من میخوام مساوی گری باشه به این معنیه که من دوست دارم کم بودن که الان تو این کالر به معنی صفر سیاه هم باشه بیشتر بودن که قرار سفیدم باشه و 255 هم باشه در واقع 255 هم باشه و اینجوری تصویر همون طوری که انتظارش رو داشتید برای شما رسم میشه و با کانال های جا به جا ترسیم نمیشه خب پس من میتونم در واقع همینطور که اینجا میبینید با کالرمپ مپ گرهی رسمش کنم برای اینکه حالا کودها در اختیار شما قرار داده میشه شما اینجا اون اشتباهش هم مشاهده کنید من مجددا این ران میکنم که این ورژن اشتباهش هم داشته باشید خب حالا نگاهی به ابعاد تصویر و مقایسه شون بندازیم مجدد من عکس رو لود کردم وقتی مجدد لود میکنم عکس تغییر نکرده برای اینکه شما اگر خواستید یه قسمت رو ران کنید بتونید خروجی اون قسمت رو بگیرید خب گفتم مثلا خونه 10 و 50 10 و 50 یعنی چی سطر 10 اگر من جای خط فرضی رسم کنم در واقع موسم نزدیک صفره و ستون پنجه یعنی وسط صفر و صد رو بیاییم بالا اینجا که یه قسمتی از آسمون میفته یه قسمتی از آسمون قاعدتا باید آبیش بیشتر باشه گفتم سطر ده و ستون پنجه رو بر من رسمش کن از اونجایی که سه تا عدد برمیگرده اگر عکسم رنگی باشه چون اینجا نگفتم عکس سیاه بخون گفتم رنگی بخون خب من میدونم که این سطر ده و ستون پنجه به واسطه در واقع لود شدن ایمیج سه عدد برمیگردونه دیگه یه توپل اصطلاحاً خب من میدونم یه مفهومی بنام توپل آمپکینگ دارم یعنی اگر عدد 10، عدد 20 و عدد 90 داشته باشم تو پایتون اگر بگم ا مساویه اینه خب ا آی من الان جنسش توپله و میتونم بگم چیه ولی اگر بگم A و بی و سی مساویه در واقع این سه تا عدد باشن اتفاقی که این میفته توپل آنپکینگ اتفاق میفته 10 و 20 و 90 از هم جدا میشن 10 تون ا میره در واقع 20 b بی و 90 توی سی میره به همین منظور من گفتم خب من که میدونم شما BGR بلو گرین رد و ذخیره کردی تو هر سطر و ستون خب این سه تا المان رو تو نقطه 10 و 50 جداگونه به من نشون بده کما که, که اینجا نشون داده الان چاپش کردم و در نهایت شیپ تصویرم هم زدم که میدونم شیپ تصویر میگه تو هر نقطه سه تا عدد میبینم مثلا تو نقطه 10 و 50 شما این سه عدد رو دقیقا مشاهده کردی 228, 166 بیست و دوازده رو شما مشاهده کردی حالا میخوام بیام این عکس رو گرای اسکیل کنم سی وی دی کالر یکی از روش های گرای اسکیل کردن بود گرای ایمیج گرفتم مجدد همون پوزیشن رو چاپ کردم اون پوزیشنی که قاعدتا بلوش بیشتر بود اگر بلو گرین رد باشه میگه رد از صرف تا 255 سر دوازده واحد گرین 166 واحد و بلو بیشتر از بقیه 228 چون بلو بیشتر از بقیه داره میتونم بگم که مشخصا آسمونو داره نشون میده این دوتا هم که در واقع مقدارش بالا رفته میخواد یه مقدار خب اون آبی شفاف در بشه در واقع آبی مطلق نیست آسمون چون به سفیدی میزنه خب بقیه رنگ ها هم داره ولی آبیش بیشتر دیده میشه خب گره اسکیلش کردم مجدد همون پوزیشن رو چاپ کردم این بار شیپ من 600 در 800 شد همونطور که انتظار داشتید چون دیگه سه عدد نداریم یه عدد داریم باز همونطور که انتظار داشتید وقتی پرینت میکنم این لوکیشن رو سه تا عدد نمیبینم فقط یه عدد 157 میبینم که این 157 هر چقدر به 255 نزدیکتر بود یعنی این ناحیه آسمونی که گری شده به سفید بیشتر نزدیک بود و هر چقدر در واقع نزدیک صفر بود یعنی به سیاه نزدیکتر یعنی قاعدتا من اگر روی این جنگل یا این درخت ها یک پیکسل رو میگرفتم خیلی به صفر نزدیکتر بود تا روی آسمون که روشنتره. حالا چه جوری از این سه تا عدد به این 157 رسیده اگر اینو من بفهمم میتونم تصاویر در واقع رنگی و خودم بدون استفاده از اوپن سی به گری تبدیل کنم صرفا با تغییرات ماتریسی که تو نامپای بلدم یه ایده اولیه ممکنه این باشه که بگم این سه تا عدد ممکنه میانگین گیری روشون اتفاق افتاده باشه به این معنی که من بگم این سه تا عدد رو بنویس بین هر کدومشون یک جمع بذار اصطلاحاً و در نهایت تقسیم بر سه کن خب این ممکن ممکنه اشار داشته باشه با دستور روند میگم به کدوم عدد نزدیک به عدد پایین یا عدد بالا که 169 به من میده درست 169 و 157 خیلی تفاوت ندارند ولی یکسان هم نیستن این به این معنیه که در واقع اوپن سی و خیلی از ابزارهای گرافیکی دیگه یا برنامه نویسی که با ایمیج کار میکنن از روش گیری برای تبدیل تصویر رنگی به سیاه سفید استفاده نمی‌کنن. چون اگر میانگین گیری کانال رد و گیرین و بلو به صورت یکسان بود خب من بعد به عدد 169 می رسیدم ولی به 157 رسیدم در واقع بهتره بگم که میانگین گیری میکنن ولی میانگین گیری به تمام کانال یک میزان اهمیت نمیده میگن کانال گیرین بیشتر از بقیه اهمیت داره کانال رد کمتر از بقیه اهمیت داره که حالا یک علمی هم پشتش هست من این اعدادی که توی فریم ورک ها توی در واقع اگر بررسی کنید یا توی مقالات اگر بررسی کنید که چه جوری باید اکس چه کیفیت بهتری داره رو بررسی کنید میبینید که ضرایب این سه ذریبه که حالا من اگر نخوام تا ده هزارمش بخونم میگم 2900 نصدم، 5800 صدم و در واقع صدم به عبارتی من میتونم این سه تا عدد رو جمع کنم که اطمینان حاصل کنید که میانگین وزن داره یعنی جمع این سه عدد باید یک بشه من این تا بدون در واقع ضریب با هم جمع میکنم و حالا به واسطه حالا اون فلوتینگ پایتون یه چیزی دقیقا یک یا با یه تقریب خیلی نزدیک به یک میرسم 99 ممیز ۸ مثلا خب حالا اگر این تغییر در واقع می کنم این ترکیب وزنا رو بین این, این ستا کانال انجام بدم بگم در واقع ردت که 228 بوده به میزان 29 صدم حالا با یه اشاره بیشتری میخوام گیرین رو بیشتر میخوام بلو کمتر از همه میخوام ببخشید گفته بودم رد کمتر از همه میخواد ولی بلو کمتر از بقیه کانال ها نیازه بگم اینو در واقع بر من رسم کنم میبینم دقیقا دیگه به همون عدد 157 میرسم این به این معنیه که من اگر نخوام با اوپن سی وی تصویر رنگی رو به گری اسکل تبدیل کنم میتونم توی نامپای میانگین وزندار بی و جی و آ رو برای کل ایمیج بگیرم که به عنوان تمرین پیشنهاد میکنم ویدیو رو پاس کنید و سعی کنید که این میانگین وزدار رو توی نامپای بر خودتون انجام بدید و به جای اینکه در واقع با دستور سیویتی کالر این تبدیل رنگی به گریسکل رو انجام بدید با نامپای انجامش بدید اما اگر حالا پاس کردید انجام دادید من خودم اینو انجام میدم برای سادگی فعلا میانگین وزدار نمیگیرم میانگین در واقع با وزن یکسان میگم که با تقریبی وزنم گریسکل رو به من میده تصویر رنگی من ایمیج بوده اسمش میام میگم این ایمیجی که من دارم تمام سطرها و تمام ستونها کانال شماره صفرش رو اول میخوام به علاوه ی. تمام سطرها تمام ستونها که میتونم با سه نقطه بنویسم فرقی نداره کانال شماره یکش رو میخوام و مجدد همین رو تکرار کنم کانال شماره دو که میشه بلو رو میخوام میدونم که توی اوپن سی بی بلو از می میکنم بی بلو گرین، رد هستش خب من اگر اینا رو تقسیم بر سه کنم یک مشکلی پیش میاد چون هر کدوم از این متغیرها اجازه ندارن 255 بیشتر باشن یه قیدی روشون گذاشته شده و من اگه بیشتر مثلا 255 رو مثلا به علاوه دو کنم خراب میشه این متغیر اینو من بعدا بهتون نشون میدم الان درگیر این ویژگی ها اصطلاحا اوور فلو شدنش نشیم برای اینکه من این ستا رو جمع کنم ممکنه هر کدوم از این ولیو بالای 255 بره و مشکلاتی بر ما به وجود بیاره که بعدا در مورد حسابی بحث میکنیم توی کار با فضاهای رنگی همینجا هر کدوم از اینها رو تقسیم بر سه میکنم و از تقسیم صحیح بر سه میکنم چون اینا حتما باید از جنس اینتیجر باشن خب اگر تقسیم بر سه کنم هر کدومو, یعنی یک سوم از کانال صفر یک سوم از کانال یک یک سوم از کانال دو تو تمام لوکیشن ها رو با هم جمع کن عکس جدید مثلا نیو ایمیج که مطمئن عکس گری هست و به من برگردون برای اینکه مطمئن بشیم نیو ایمیج من تک کانال است شیپش اینجا اول چاپ میکنم اسخای میکنم 600 در 800 خب من احتمالا یک اروری اینجا تو کدم وجود داره مطمئن بشم الان ایمیج من سه کاناله هستش بله 600 در 800 در 3 پس تمام سطح تمام ستون کانال صفر تمام سطح ها ستون ها من اصرای میکنم اینجا باید کانال 1 می نوشتم دو نقطه اشتباها نوشتم بله خب شیپ هم دقیقاً همون 600 در 800 یه که انتظارشو داشتم حالا بیام رسمش کنم قاعدتا اگر بخوام با اوپن سی با نصبش کنم مثلا plt.imshow داد شو چیزی که میخوام رسم کنم اسمش هست New Image اسم متغیرش اما بعد کالر مپ پاس بدم چون من دارم با در واقع مت پلاتیب رسم میکنم گری که میبینم تصویر من حالا نه به این زیبایی که باید باشه ولی با یه تقریب خیلی خوبی که حالا چشم ممکن است متوجهش نشه گری شده که حالا اون قید و معمولا بر تصاویری که خیلی حساس هستید میذاریم که حالا من به واسطه که دوست داشتم اینو با این تمرین خودتون حل کنید از نوت پاک میکنم ولی بعدا میتونید ویدیو دقیقا این روال رو تکرار کنید خب در نهایت برای اینکه من خروجی تصویرم ببینم عکس کوچکتری انتخاب کردم براتون توی در واقع پوشه ایمیج عکس چک بوردی دارم که یه تصویر 18 در 18 پیکسله فقط سیاه و فقط سفید توش مشاهده میشه این عکس چک بورد رو من لودش کردم به صورت گری اسکیل یا سطح خاکستری نمایشش میدم و خود ولیوها به واسطه اینکه کلا نیماتوز 18 در 18 در مشخص شده می‌بینیم که سطر صفر ستون صفر سطر صفر ستون صف، یک ستون دو ستون سه ست، ستون چهار ستون پنج صفر پس بعدش 255 میشه به این معنی که حالا این چک بردر اگر این پایین ببینید سیاه یعنی صفر 255 یعنی صفی من میتونم اینو تو پینت باز کنم در واقع یک کپی ازش بگیرم اینجا که خودتون می‌تونید بعدا کارو انجام بدید اسمش رو میذارم مثلا چک برد 18 18 ویدو یه ورژن دو بهش اضافه می‌کنم. در واقع من اینو با پینت بازش میکنم در واقع با کنترل و اسکرول کردن با موس اینو بزرگ میکنم و اینجا یه سطح خاکستری توش میریزم این قسمت هم یه سطح دیگه پر رنگ پر رنگتر خاکستری یعنی به سیاه نزدیکتر یا صفر نزدیکتر میریزم اینو سیو میکنم مجدد میگم الان نگاه کن همه اینجاها ها صفر همینجا سفید 255 بود این 255 دو تاشو عوض کردم میگم الان این عکسو با دش وی در واقع دو عوض کن که تب بزنید بر شما اوتو کامپلیتش کامل میکنه لود میکنم میبینید که این سفت 255 تغییر نکرده اینجا همش داره 195 اینجا شده 127 127 به نزدیک نزدیکتره پس پر رنگتره 195 در واقع به سفید نزدیکتره نسبت به 127 و کم رنگتره که این تصاویر رو به ما نشون میده خب ما در ادامه قرار در مورد کراپ کردن ایمیج صحبت کنیم با من همراه باشید که ببینیم ایمیج ها رو چجوری میتونیم ببریم و کراپ کنیم